تفاوت نیروهای مسلح در ایران 40 سال بعد از انقلاب اسلامی جایگاه ارتش کجاست؟ جریمه های میلیارد دلاری برای بانک های بزرگ اروپایی که تحریم های ایران را دور زدند، آیا سازوکار مالی اروپا گره معامله با ایران را باز می کند؟ و هنرمندی آمریکایی با تبار مصری و یمنی که دنیا را با لنزی زنانه می بیند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. 29 فروردین در تقویم ایران روز ارتش نام گرفته. اعلام وفاداری بازوی نظامی کشور به حاکمان جدید در روزهایی که انقلابیون نگران کودتا از سوی نیروهای مسلحی بودند که تصور می‌شد همچنان به شاه وفادارند. در اوایل انقلاب بسیاری از فرماندهان ارتش اعدام شدند و اندکی بعد نیروی نظامی دیگری به موازات آن تشکیل شد. نیروی ایدئولوژیک که وظیفه اصلیش دفاع از انقلاب اسلامی تعریف شده. در سالهایی که ارتش عمدتاً از فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی دور مانده، سپاه پاسداران سال به سال بیشتر در عرصه‌های مختلف وارد شده است. از موضع‌گیری‌های سیاسی و سرکوب معترضان داخلی تا فعالیت‌های گسترده اقتصادی و حضور نظامی در خارج از کشور. با گذشت 40 سال از انقلاب، ارتش در جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از محمد امینی. چتربازان قهرمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. ارتش ایران امسال به اصطلاح با توپ پر به استقبال روز خود رفت. خودروی کرایس کشنده توپ 130 میلیمتری. به گفته سرتیپ عزیز نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش، در مراسم 29 فروردین از هواپیماهایی به گفته او بومی مثل صاعقه و کوثر در رژه هوایی استفاده خواهد شد. قبل از پرواز در روز ارتش، خبرگزاری جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از انجام اولین نمایش هوایی جنگنده کوثر در تهران خبر داد. هواپیمایی که پس از آذرخش و صاعقه سومین هواپیمای جنگنده ساخت ایران محسوب می شود. البته درباره بومی بودن کامل این هواپیماها حرف و حدیث کم نیست، چون شباهت بدنه موتور و دیگر قطعات آنها با هواپیماهای شناخته شده ای مثل F-5 آمریکایی پیش چشم خودنمایی می کنند. ارتش جمهوری اسلامی ایران آزمون خود را در 8 سال دفاع مقدس پس داد. حسن روحانی رئیس جمهوری هم در روز ارتش سخنرانی می کند. امریکه برای رؤسای جمهوری حالا به یک سنت تبدیل شده. سنتی که همین 2 سال پیش به رویارویی صریح حسن روحانی و سپاه پاسداران منجر شد. چون آقای روحانی در روز ارتش به گونه‌ای کنایه‌آمیز گفته بود که نام عمرای ارتش در فسادهای مالی به چشم نمی‌خورد و کنایه دیگری که همیشه منتقدان به سپاه وارد می‌کنند. اجرای توصیه و وصیت امام راحل و تأکیدات مقام معظم رهبری است که نیروهای مسلح ما از بازی‌های سیاسی باید به دور باشند. ورود نیروهای مسلح در وسوسه های اقتصادی میتواند اونها را از هدفهای بلند دور کند. سپاه بلافاصله به این حرفهای حسن روحانی واکنش نشان داد و فردای روز ارتش اعلام کرد که این سخنان را تفرقه انگیزانه و قدر ناشناسی میداند. سپاه همچنین این جمله ی آیت الله خمینی را برجسته کرد که گفته بود اگر سپاه نبود کشور هم نبود. با اینکه ارتش در آسمان سیاست در ایران ابر خاصی ندارد و عملا در ناآرامی های سیاسی و اجتماعی داخلی ورود نمی کند، اما بقای خود در زمان تحول بزرگی مثل انقلاب 57 را مدیون یک تصمیم سیاسی بزرگ می داند. این تصمیم در اکثر بیانیه‌های ارتشیان و ستاد کل نیروهای مسلح هم منعکس می‌شود. مثل خود امسال به مناسبت روز ارتش در بیانیه ستاد کل آمده که ارتش در 40 سال گذشته خوش درخشیده
و به گفته این بیانیه ایستادگی ایشان یعنی آیت الله خمینی در برابر شیطنت عناصر دشمن در اعلام انحلال ارتش در روزهای نخستین پیروزی انقلاب و تثبیت و تقویت جایگاه این نیرو به نقش آفرینی بیبدیل و حماسه آفرینی شکوهمند ارتش مکتبی در بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران منجر شد. ارتش ایران در 40 سال گذشته وضعیت خاصی را تجربه کرد. در ابتدا شاهد اعدام‌های گسترده نیروهایش بود. بعد شاهد بال و پر گرفتن رقیبی ایدئولوژیک به نام سپاه که عملاً تمامی حوزه‌های کشور از اقتصاد تا حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی را تحت سیطره خود گرفته. و در حوزه نظامی هم شاهد این است که حوزه‌های نظامی مثل موشکی، امنیت خلیج فارس و عملیات برون‌مرزی به تمامی در اختیار سپاه است. این یعنی ارتش عملاً یک وضعیت نیروی درجه دوم را در تمامی حوزه‌ها پذیرفته. در حالی که ارتش 3 برابر سپاه نیروی رسمی دارد، عملاً این بودجه سپاه است که 3 برابر ارتش است. و علاوه بر همه اینها ارتش شاهد این هم بوده که افراد عمدتاً سپاهی فعلی یا سابق هر از گاهی ارتش را به انواع کوتاهی‌ها متهم می‌کنند. شما یه جریانی داشتید میلیشیای آمریکایی به نام جنبش سبز، حکومت هم یه میلیشیایی داشت به نام بسیج، اومد توی صحنه جلوی قضیه رو گرفت. خوب یا بد شما یه چیزی دوست دارید مثل ارتش بی سر و صدا تو پادگان‌ها باشه، آب این کشور رو ببره، اصلا اونا هیچ صداشون دارن، هیچ موضعی، هیچی. در مورد جنگ با عراق هم فرماندهان سابق ارتش از مصاحبه ها به عنوان فرصتی برای برجسته کردن آنچه بی انصافی در برخی انتقادهای زمان جنگ می دانند استفاده می کنند. سال اول جنگ کی گفته عدم موفقیت؟ ما ظرف 6 تا 2 ماه اول جلوی ارتش مجهز عراق رو گرفتیم، این اسمش موفقیت نیست؟ همه اینها در حالی است که ارتش در 40 سال گذشته آنقدر فیلتر و تصفیه شده که تفاوتش با سپاه عملاً همان رنگ و شکل یونیفرمش است و حوزه های عملیاتی که برایش تعریف می شود. واقعاً بزرگترین آرزوی من آرمانم محو و نابودی رژیم صهیونیستی است. این چیزی است که دائم من بهش فکر می کنم. امسال اما 10 روز قبل از فرارسیدن روز ارتش اتفاقی افتاد که مستقیماً به خود ارتش ربطی ندارد، ولی به طور غیر مستقیم پای ارتش را به میان می کشد. این گام تاریخی بزرگترین حامی دولتی تروریسم را از ابزارهای مالی پخش نکبت و مرگ در اقصی نقاط جهان محروم می کند. شرکت‌ها و بانک‌های سراسر جهان حالا وظیفه مشخصی دارند که مطمئن شوند شرکت‌هایی که با آنها روابط مالی دارند به هیچ ترتیبی با سپاه پاسداران رابطه ندارند. سوال اینجاست که اگر آمریکایی‌ها علیه نیروهای سپاه در داخل یا خارج ایران دست به اقدامی نظامی بزنند، ارتش چه خواهد کرد؟ ما 2 برادریم که در دوران دفاع مقدس خونمون کنار هم ریخته. الان توی جنگ قرار ما پیشمرگ هم دیگه باشیم. محمد امینی، BBC. وقتا اینجوریه. در 1 هفته اخیر 2 بانک بزرگ اروپایی هر کدام بیشتر از 1 میلیارد دلار جریمه دادند به دلیل اینکه در گذشته قوانین مربوط به تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کردند. تنبیه بانک ایتالیایی یونیک کردیت و بانک بریتانیایی استاندارد چارتر ادامه سلسله‌ای از سختگیری‌ها علیه مؤسسات مالی بزرگ تلقی می‌شود که معامله‌ای با ایران داشتند. تازه ترین آمارهای صندوق بین‌المللی پول و مرکز آمار ایران اقتصادی ویران را به تصویر کشیده که به زیر 0 سقوط کرده. جزئیات بیشتر از شیدا هوشمندی. بانک‌های اروپایی امروز محافظه‌کارتر از هر زمان برای همکاری با ایران. موانع سیاسی هم از داخل ایران و هم از خارج. هزینه تبادل مالی با ایران بالاست. مجازات دور زدن تحریم‌ها میلیاردی. مورد اخیر بانک ایتالیایی یونیک کردیت که با پرداخت 1.3 میلیارد دلار جریمه برای حل و فصل پرونده دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سایر کشورها موافقت کرد. چند روز قبل‌تر از آن بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به خاطر نقض قوانین مربوط به پولشویی و تحریم‌های ایران به پرداخت مجموعاً 1 میلیارد دلار جریمه در آمریکا و بریتانیا محکوم شد. به این فهرست باید بانک آمریکایی جی پی مورگن، بی ام پی پاریباس و چندین بانک دیگر را هم افزود.
به نظر می‌رسد تجارت با ایران در سال جدید دشوارتر هم بشود. اروپا هنوز موفق نشده اینستکس را راه بیاندازد، سازوکاری که قرار بود مبادلات مالی با ایران را آسان کند. واشنگتن هم سختگیرانه پیگیر دور زدن تحریم‌های ایران از سوی بانک هاست. یک سال پیش درست قبل از این امضای تاریخی وضعیت تا این حد ناامید کننده نبود. این چهارمین همایش تجاری ایران و اروپا بیش از یک سال پیش در شهر زوریخ. پرویز عقیلی، بانکدار با سابقه ایرانی، اینجا از تلاش‌ها و امیدواری برای همکاری با بانک‌های خارجی می‌گوید. من خوشبین هستم چون بانک‌های بیشتری در حال بروز کردن استانداردهایشان هستند. اما نگرانی اصلی که تاکنون هم باقی است، عقب ماندگی نظام بانکی است. نظام بانکی ایران عقب مانده است و با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد. به این ترتیب شاید پاسخ معمای تعلل بانک‌های اروپایی در همکاری با ایران را باید در جای دیگر جست. نظام بانکداری ایران به رغم تمام هشدارهای اقتصاددانان نتوانسته از منافع برجام درست استفاده کند. وضعیت نگران کننده نظام بانکی باعث شد اقتصاددانان نزدیک به حسن روحانی از جمله مسعود نیلی طرح اصلاح نظام بانکی را دنبال کنند. اما آن تلاش ها هم در نهایت به دلایل سیاسی بی اثر ماند. ایران در رتبه بندی مؤسسه حکمرانی بازل که سالانه میزان شفافیت، استانداردهای مالی و بانکی و ریسک پولشویی را در کشورهای مختلف بررسی می کند، جایگاه نخست را در میزان خطر پولشویی دارد. ایران برای نزدیک شدن به استانداردهای بانکداری بین‌المللی باید مقررات بازل درباره ترازنامه‌های مالی را رعایت کند. اقدامی که به نظر می‌رسد در اولویت سیاست‌گذاران بانکی نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نشان می‌دهد دست کم در دو دهه اخیر ریشه همکاری نکردن بانک‌های دنیا با شبکه بانکی ایران تحریم ها نیست، بلکه مطابق نبودن عملکرد بانک ها با استانداردهای جدید است. سرآمد آنها شیوه مقابله با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و شفاف نبودن. صحبت های مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا در تگزاس را می شنوید. صحبت‌هایی که نشان از عزم امریکا برای محدود کردن بلند پروازی‌های سیاسی ایران دارد. We're exerting maximum pressure to change the very nature of the Islamic Republic of Iran. ما فشار حداکثری را اعمال می‌کنیم تا ماهیت جمهوری اسلامی را عوض کنیم و مطمئن شویم که رژیم مثل یک کشور عادی رفتار می‌کند و وحشت را در دنیا نمی‌گستراند. امروز که ما اینجا هستیم، ایران یک کارزار ترور را در اروپا پیش می‌برد و دیپلمات‌های ما در تلاشند که جلوی آن را بگیرند. یکی از مواردی که بانک یونی کردیت را به دردسر انداخت، باز کردن حسابی برای بانک سپه بود. بانکی که همکاری‌های گسترده با بخش‌های نظامی ایران از جمله سپاه پاسداران دارد. حالا نظام مالی و شبکه بانکی ایران از دو سو مورد تهدید است. نخست از داخل این کشور به دلیل ممانعت‌های سیاسی از اجرای استانداردهای بین‌المللی که نمونه مشهور این روزهای آن جدال بر سر FATF است. محدودیت دوم از سوی کاخ سفید است که مجموعه‌ای از سخت‌ترین مجازات‌ها را برای همکاری با بانک‌های ایرانی به اجرا گذاشته. به نظر می‌رسد کلید باز کردن قفل هر دو مشکل در دستان اهل سیاست است و از اهل اقتصاد کاری ساخته نیست. شیدا هوشمندی، BBC. یمنا الارشی عکاس و فیلمسازی آمریکایی و عرب تبار است. موضوع اصلی کارهای او زنان در خاورمیانه است، خصوصا در یمن و شمال آفریقا. نگاه زن به آیین‌ها، رابطه‌اش با طبیعت، تصویر زن مسلمان در غرب از برخی موضوعات کارهایش هستند. خبرنگار ما ناجیه غلامی در لندن با این هنرمند به گفتگو نشسته. زن، زمین، زیبایی، عبادت، آیین‌ها، نابرابری. اینها دستمایه خیلی از کارهای یمنا الارشی بوده است.
هنرمند آمریکایی با تبار مصری و یمنی. او را در استودیو کارش در لندن ملاقات می‌کنم. از دنیای دوگانه کودکیش می‌گوید و سفرهای تابستانی به یمن. در یمن گرمایی می دیدم که در آمریکا هیچ وقت تجربهش نمی کردم. در آمریکا مردم خیلی بسته زندگی می کنن. شما همسایه هاتون رو نمی شناسید. با همسایه هاتون خیلی حرف نمی زنید تا سر از کارشون در بیارید. نمی رید در خونشون رو بزنید و همه تون یه دفعه برای نهار مهمونشون بشید. طبیعت یمن منحصر به فرده، زیبا و نفسگیره. قبلا یمن رو به عنوان جایی برای طبیعتش یا برای کوهنوردی میشناختن، اما حالا متاسفانه خیلی ها نمیدونن یمن کجاست. خیلی ها فکر میکنن اونجا صحرای پر از تروریست ها. یازده سپتامبر که اتفاق افتاد، یمنا نوجوان بود و در واشنگتن زندگی میکرد. در اخبار و رسانه ها تصویر درستی از یک زن مسلمان نمیدید. کسی شبیه من در رسانه ها نبود. اگر بود هم موهای صاف داشت و آرایش زیاد و کاملا تصویری سکسی ازش داده می شد. یا هم کاملا از سر تا پا در برقه پوشیده بود. در صحرا زندگی می کرد و ستم دیده و بدبخت و جنگ دیده بود. زنی مثل من رو که تحصیل کرده است و از خانواده سکولار میاد، کسی در رسانه ها نمی دید. انگار برای مردم پذیرفتن این که یک مسلمان و عرب می تونه آدم عمیقی باشه سخته. اولین مجموعه عکس‌های او زن یمنی را در حجاب نشان می‌دهد و در پهنه طبیعت. این که بتونم تصویری از یک زن یمنی نشون بدم که مثلا دختر خالمه با یه ژست قدرتمند ولی همچنان از سر تا پا پوشیده در حجابه، برای خیلی ها تعجب‌آور بود. مردم با خودشون میگفتن این چیه؟ من چرا توش یه تصویر مثبتی در این زن میبینم؟ و این در من یه حسی رو بیدار کرد و با خودم گفتم شاید بهتر باشه زاویه نگاه مخاطب غربی و باورهاشو نسبت به زن مسلمان به چالش بکشم. هنرمند تاریخ زنان را در صورت‌هایشان جستجو می‌کند. به شمال آفریقا رفتم. در الجزایر، مراکش و تونس زنان بسیاری یافتم که همشون الان پیر شدن و این خالکوبی‌ها رو روی صورتشون دارن با داستان‌های فوق‌العاده. این خالکوبی‌ها نشونه‌هایی هستند از پیوند این زنان با زمین. سمبول ماه رو میبینید یا محصولات کشاورزی رو، اشیایی که در اطراف شما هستن یا گیاهانی که میکارید، یا این خالکوبی ها برای فاطمه دختر پیامبر هستن یا الهه های آسمانی. این زنان پل ارتباطی بودن بین اونچه که در جهان امروز میگذره و دنیای ماورا. یمنا علی‌رشید زن مسلمان را از نگاه یک زن مسلمان میبیند. دوربین را به جاهایی میبرد که زن در آن به دنبال یگانگی، التیام و خود بودن است، از جمله حمام. I've tried in every way to conform and bind myself to please you. Your restrictions on my soul have known no end. But still, I bend. There's so many تصاویر زیادی از ما زنان در این دنیا وجود داره که خودمون اونها رو تولید نکردیم. تصاویری از ما که ما رو در بدترین لحظه ممکن ثبت کرده. برای گرفتن عکس از زنان غربی رضایت خیلی بیشتری وجود داره. در خاورمیانه به ما زنان این اجازه داده نمیشه. خیلی وقتا ما فقط بدنهای پوشیده هستیم و به ما فضایی برای ابراز نظر داده نمیشه. برای همین من خودم رو با بدنم بیان میکنم. Express myself with my body. ستایش، پروراندن، بخشش، هنر و اسلام را از چشمان یک زن دیدن موضوع فیلم 99 اسم خداست. میخواستن مناسک و آیین سه دین رو بدون کلام به تصویر بکشن. از من خواستن روی آیین اسلام کار کنم. به خاطر نمیارم که هیچ وقت کار دیداری و هنرمندانه و مثبتی از اسلام رو دیده باشم که زنی اون رو ساخته باشه. بیشتر فیلم تقارن و توازن رو به تصویر می کشه. هنر اسلام بر پایه علم بنا شده.
بت ساختن در اسلام حرامه. هندسه و ستاره شناسی در هنر اسلام نمود پیدا میکنه و این هنرها تبدیل به مراقبه یا مدیتیشن میشن. دنیای امروز از عکس اشباع شده. عکس‌هایی که اغلب شتاب زندگی مدرن رو به تصویر می‌کشند. هنرمندانی مثل یمنا علی‌رشی اما سعی می‌کنند با دوربینشون داستان آدم‌های کمتر دیده یا شنیده شده رو ثبت کنند. مثل قصه زنی کشاورز از الجزایر یا کارگر افغانی در دبی. در تنها مجموعه کارهایش از مردان، یمنا علی‌رشی به مفهوم برابری در اسلام می‌پردازد و فقدان آن در زندگی روزمره بسیاری از مسلمانان. دوربین او زندگی تبعیض‌آمیز کارگران در کشورهای حاشیه خلیج فارس را ثبت می‌کند. مردانی که برای برادران ثروتمند خود کار می‌کنند و در فقر زندگی. هنرمند نه تنها نگاه غربی و کلیشه‌ای به مسلمانان را نقد می‌کند، بلکه رفتار برادران دینی با یکدیگر را هم به پرسش می‌کشد. ناجی غلامی، بی بی سی. در شهر دوشنبه نمایشگاهی از آثار یک نقاش ایرانی برگزار شده که به زیبایی‌های طبیعت تاجیکستان می‌پردازد. برای خلق این آثار امیر حسین پیرایش تقریباً به همه مناطق تاجیکستان سفر کرده و در کارهایش نقاط دوردست کوهستانی را به تصویر کشیده. سهراب ضیا هم از این نمایشگاه دیدن کرده. مرغاب دوردست‌ترین منطقه در شرق تاجیکستان است و نام این اثر نقاشی. یک منطقه ما رفته بودیم که هر چقدر من می‌خواستم تنظیم کنم که یک تابلوی جالبی بشه نمی‌شد. آبادی‌ها بود، تیر برق بود، تشکیلات بود. بعد رفتیم جایی که از چیزهای صنعی، مصنوعی، ساخت دست بشر دور باشه. حدود 8 کیلومتر پیاده‌گردی کردیم تا به این منطقه رسیدم و اینجا رو من اتود زدم. بعد اومدم در دوشنبه کارش کردم. کار بسیار سخت بود اما منظره بسیار ناتکرار و زیبا. امیر حسین پیرایش که زاده خراسان ایران است 6 سال در مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ این کشور هنر نقاشی آموخته. او باری نخست 22 سال پیش به تاجیکستان آمده بود. در این مدت سراسر تاجیکستان را چرخ زد و برای آثار نوی نقاشیش از طبیعت بهره گرفت. آنچه که میتواند مردمان از ایران را شیفته تاجیکستان کند و به این سرزمین بکشاند، طبیعت متفاوت و بیکرش است. امیر حسین پیرایش نقاش ایرانی بعد از سفرهای مختلف به تاجیکستان تلاش کرده تا زیبایی های طبیعت منحصر به فرد این گوشه از جهان را با ذهنیت و از زاویه دید خاص خود ترسیم کند و این مجموعه آثار نقاشی بخش از کارهای اوست. نمایش آثار نقاشی امیر حسین پیرایش ده ها نفر از علاقمندان هنری او را گردی هم آورده بود. مسئولان سفارت ایران در تاجیکستان و برخی از فرهنگیان تاجیک از برگزاری این نمایشگاه استقبال کردند. تا دل نکند درد ندانی که دلت هست، گفت از شاعر. تا عشق نداشته باشی، تا محبت نداشته باشی، تا صمیمیت نداشته باشی، تا برای وصل کردن نامده باشی، نمیتونی که منظره های تاجیکستان دل ما را، روح ما را، جگر ما را میخیر نقاشی کنی. در گذشته امیر حسین پیرایش آثار نقاشی خود را در شهرهای خوجند و ایسترافشان و کلاب و موزه ملی تاجیکستان هم به نمایش گذاشته بود. در این نمایشگاه تقریبا همه ای کارهایش را با رنگهای روغنی ساخته تا به گفته خودش عمری بیشتر ببینند. من رئالیسم کار میکنم، بیشتر به طبیعت نزدیک باشد، اما خوب به سبکای امپرسیونیسم و کلاسیک و مدرن هم آشنایی دارم. سیاه قلم و آبرنگ هم کار میکنم، گواش هم کار میکنم. برخی نقاشان تاجیک امیر حسین پیرایش را استاد خود میدانند. در موادی که چند سال قبل من روی اثرهای خیام کار میکردم، دست کمک این استاد هم خیلی زیاد است، چون غیر از اون که رسام چیره دست است، یعنی که خیام شناسی خوبی هم است. برگزاری این نمایشگاه در حال است که طی 3 سال گذشته روابط سیاسی تاجیکستان و ایران به طور بی‌سابقه سرد شده، اما این نقاش ایرانی
با آینده روشنی روابط دو کشور باور دارد. وقتی که من یک ایرانی هستم، زاده ایران هستم، ولی عشق تاجیکستان دارم، طبیعت تاجیکستان رو میخواهم به دنیا معرفی کنم، این نشانه چی است؟ پس یک مهری بین ما ملت ها هست، دولت ها هم بینشون مهر هست، این به وجود میاد. حالا یک اشکالاتی ممکن باشد، ولی من فکر میکنم که آینده روشن روشن است. تا حالا آثار نقاشی امیر حسین پیرایش درباره زیبایی های طبیعت تاجیکستان و جز از ایران و تاجیکستان در روسیه، گرجستان، هند و امارات متحده عربی هم به نمایش در آمده است. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.